سلام سلام، من خدا هستم. آره، خدا. امروز میخوام راز خلقت حیات رو بهتون بگم، خلاصه آنچه که در حقیقت اتفاق افتاده همه رو بهتون میگم. گفتیم که انواع جانداران از ترتیب 4 نوع مولکول به وجود اومدن. اگه ترتیب این 4 نوع مولکول رو در یک سلول کمی عوض کنیم، از اون سلول جانداری با خصوصیاتی جدید به وجود میاد. واقعیت اینه که موقع به وجود اومدن سلول نسل بعد، معمولاً تعدادی از این مولکول‌ها به طور تصادفی جابجا میشن. به این جابجایی تصادفی در DNA میگن جهش ژنی. بر اثر جهش ژنی خصوصیت جاندار کمی تغییر میکنه. ممکنه خصوصیت بدی ایجاد بشه و یا اینکه خصوصیت خوبی. مثلا ممکنه نسل بعدی چشمهایی قوی تر داشته باشه و یا ضعیفتر، یا تنفس اون جانور بهتر بشه یا بدتر. به هر حال جهش ژنی باعث میشه نسل بعد عیناً مثل نسل قبلی نباشه. خب، حالا اینجا طبیعت دخالت میکنه، سرنوشت جانداران رو مثل یک موجود بینا و هوشمند کنترل میکنه. او به این کار طبیعت میگن انتخاب طبیعی. انتخاب طبیعی تغییرات خصوصیات جانداران رو نگاه میکنه، تشخیص میده که آیا این خصوصیت برای بقای جاندار خوبه یا بده. اگه تغییر خصوصیت بد باشه، اون سلول رو و یا اون جاندار رو از بین میبره، و اگه خصوصیت جدید خصوصیت خوبی باشه، اجازه میده که اون خصوصیت باقی بمونه و به نسلهای بعدی هم منتقل بشه. به این ترتیب انتخاب طبیعی تغییرات خصوصیات جانداران رو همچین گلچین میکنه، خوبها رو نگه میداره و بدها رو از بین میبره. به این ترتیب بعد از صدها و شاید هزارها نسل، جانداری با خصوصیتی بسیار جدید و مفید به دست میاد که دیگه اصلا مثل اجداد خودش نیست، کاملا متفاوته، اصلا به یک جاندار دیگه ای تبدیل شده. همه انواع جانداران روی زمین از همین روش به وجود اومدن، یعنی جهش ژنی تغییراتی تصادفی و اتفاقی رو ایجاد کرده و انتخاب طبیعی اون تغییرات بد رو حذف کرده تا تغییرات خوب باقی بمونن و به نسل بعد برسن. این روش زمان زیادی رو نیاز داره. هزاران نسل باید تولید بشن تا انواع جانداران شکل بگیرن. این راز خلقت جانداران بود. همین. اینکه چرا جهش ژنی به وجود میاد و اینکه طبیعت بدون عقل و هوش و چشم چطور با انتخاب طبیعی این تغییرات خصوصیات جانداران رو میبینه و تشخیص میده که اونها تغییر خوب هستند یا بد، و چطوری خصوصیات بد رو از بین میبره، همه رو مفصل شرح میدم در کلیپ های بعدی. خیلی شیرینه، حتما ببینید. فیسبوک من رو هم فراموش نکنید. میدونید توی فیسبوک اسم من چیه؟ من خدا هستم.